کشور افغانستان نزدیک به نیم قرن است که با بحرانهای مختلفی دست و پنجه نرم کرده که بسیاری از آن به درگیری و جنگ و اختلافات داخلی مربوط می شود. از سال گذشته هم که طالبان روی کار آمده و تلاش کرده که اوضاع را در دست گیرد نه تنها اوضاع بهتر نشده بلکه روز به روز به سمت پردگاه سقوط می کند و اوضاع مردمی بیگناه این کشور وخیمتر می شود. حالا کمیته به نوملالی سلیب سرخ هشدار داد با توجه به میزان چشمگیری نیازمندی غذا در افغانستان سلامتی بیش از یک هزار نوزادی که در یک سال گذشته متولد شدند با خطر روبروست. کریستیان سیپولا مسئول بخش آسیایی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه ای اظهار داشت سازمان های بشر دوستانه با وجود تمام تلاشها ظرفیت پاسخگویی به نیاز های روزافسون جمعیت افغانستان را ندارند و یافسود بدون حمایت و سرمایه گذاری فوری بین المللی میلیون ها کودک زن و مرد با مشکلات فوری تهدید کننده ی زندگی روبرو می شوند. سیپولا تاکید کرد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند و تخمین زده می شود که نزدیک به 20 میلیون نفر به شدت عدم مسئولیت غذایی دارند. مسئول بخش آسیایی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین گفت مادران و پدران چه آینده ای می توانند برای فرزندان خود و بیش از یک ست هزار نوزاد متولد شده در سال جاری ببینند این وظیفه اخلاقی و بشر دوستان است تا به آنها کمک شود افغانستانی ها همکنون با وضعیت غیرقابل تحملی روبرو هستند وی معتقد است که فلج شدن سیستم بانکی کمبود شغل و پول نقد و پیامدهای دهها جنگ تأثیر مخربی بر خانواده های افغانستانی داشته است و تحریم های اقتصادی این وضعیت را بحرانی تر کرده است علی اکبری اخبار شیه